بحث ها یک مبحث بسیار مهم تریاد سگانه زنان وجود داره. این مبحث برای نخستین بار در سال 1992 از سوی کالج آمریکایی پزشکی ورزشی American College of Sport Medicine توصیه شد برای ورزشکاران زن، نشانگان سگانه زنان ورزشکاران، و این اصطلاح رو استفاده کرد. سه جز باعث میشه که این اختلال به وجود بیاد. اولین مورد اختلال در خوردن، بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و اختلالاتی که در امروز براتون توضیح دادیم که با کالوری دریافتی کل ارتباط مستقیم داره. مورد دوم آمنوریا، اختلال در نزد و یا قطع قاعدگی برای بانوان هست که در پی این کاهش هورمون‌های استروژن و لوتئینی هست که تحت تاثیر قاعدگی هست و قطع این باعث کاهش این هورمون‌ها میشه. مورد سوم پوکی استخوان که باعث میشه تراکم مواد معدنی استخوانمون که کاهش پیدا میکنه باعث پوکی استخوان میشه و در خانوم ها مخصوصا با ارتباط مستقیم با هورمون استروژن داره و در سن یاسگی بیشتری به چشم میخوره. تمام این سه تا مبحث تحت تاثیر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی هستش. تو تریاد سگانه نشان داده شد این سه ظرفیت باید بخشی از معاینه پزشکی زنان ورزشکار باشه. شما ارجاع کننده هایی که خدمت شما میان اگر بانوان باشن باید این سه مبحث رو اولین اولویتتون باشه تا در معایناتتون بگنجونید. اگرچه همه زنان در معرض خطر کمبود انرژی قابل دسترس هستن، اما بیشترین تاکید روی دوندگان استقامتی زن، هنرمندان رقص بال، شناگران و ژیمناستیک و قایقرانان سبک وزن هستند. دو دلیلی که بسیار در اتفاق افتادن این اختلال کمک کننده هست و باعث ترویج این میشه، یک عدم رعایت اصول اجرای تمرین، اصل اضافه بار بسیار مهمه تو این اجراها که موقعی که شما ورزشکارهای بانوانتون رو تمرین میدید باید با اصل اضافه بار به ترتیب و خیلی با حوصله تمریناتشون رو ببرید جلو تا سریعا به این عارضه دوچار نشن، تا سازگاری تو بدنشون ایجاد بشه و بعد پله پله فشار تمرینی و حجم و مدت و شدت تمرینشون رو افزایش بدید که نشأت گرفته از همین سندروم افت اجرای ناخواسته است که عامل اصلی در ایجاد تریاد سگانه هست. سندروم افت اجرای ناخواسته یا همون کلمه بیشترمینی که فعلا استفاده می شد در بین فیزیولوژیست های ورزش.